میدونی اینا توجیه هم برای چه کاری اینجا آمدن؟ چرا ستاد انتخاباتی من شدیه خسپارتیه؟ مگه شما خسپارتی دارین؟ بله، مهمونی‌هایی که توی قمر نیو خزینه برگزار میشه معروفه. چه جالب، سخت نگه لونا جون، همه در حین انجام وظیفه‌شون هستن، دارن کاراشون انجام میدن. ببین اون ستایی که الان جلوداری دارن میکنن، دارن میرقصن، اونا بچه های اتاق فکرن. اونایی که دارن سیناشون میلرزونن، شونه بندری دارن میرن، اونا بچه های تولید محتوا هستن. اونایی هم که میوه دایری دارن میکنن، اون فرفری ها، سبزا با اون بغلیشون بچه های تحقیق و پژوهش هستن. به به، ماشاءالله چه پژوهشی هم دارن میکنن. ولی خیلی فکر و پژوهش تو حرکاتشون دیده نمیشه. لونا جان، من یه خود نشاطم تاشکیه کار کردیم که روحیه بچه ها بره بالا. اینجوری هر کسی هم وارد ستاد تو بشه رأی نداده بیرون نمیره. منم که میبینی این عقاب بالا سرشونم. بفرمایید. من نیو فاطما گلم و دوستم سمر، ما اومدیم واسه بررسی کاندیدای مورد نظر. خیلی خیلی خوش اومدین. منم ناصر هستم، کارشناس امور انتخاباتی و جد کاندیدای مورد نظر. فقط قبل از اینکه بهشون رأی بدیم میتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم؟ بابا رأی کی داده کی گرفته؟ لونا نواده منه، شما باید با من آشنا بشین. یه ضرب المثل قدیمی و زمینی هستش که میگه جد رو ببین، نواده رو بگیر. برنامه هاشون چی هست؟ خب من حدود هفته برنامه که خوراک خود منه، اصلا به من میگن ناصر برنامه کن. اتفاقا آخر همین هفته با بچه ها داریم برنامه میکنیم بریم نیمه تاریک ماه. خوشحال میشم تشریف بیارین. این شماره مستقیم منه. بله، هر انتقاد یا پیشنهادی که داشتین شخصا با خود من در میون بذارین. هر ساعت شبانه روزم بود هیچ اشکالی نداره. بفرمایید خودتون فضیلی کنید. نیمه تاریک ماه میبینمتون. بنده هم مدیر کل تبلیغات میدانی انتخابات شورای شهر هستم. بله، باشون هم کار داشتین زنگ بزنین مرغداری بگیم بهش بحث کنه. آقا جون، شما چقدر انتقاد پذیرین؟ واقعا ستودنی این رفتارتون. من یه انتقاد داشتم مثلا. من صندوق انتقادات پیشنهاداتم. اسی چرا خورس بی محل شدی؟ ارزن کم شده؟